هودی مهاباد 77 سال قبل در دوم بهمن 1324 در شمال غرب کشور به مرکزیت مهاباد تشکیل شد. حکومتی که تنها 11 ماه دوام پیدا کرد. آنچه از جمهوری مهاباد باقی مانده گروهک دموکرات کردستان ایران است، گروهی تروریستی که ادعای سابقه مبارزاتی 77 ساله دارد. اما طبق سندی که پس از فروپاشی شوروی منتشر شد، آشکار شد که این حزب به دستور دیکتاتور مخوف روس جوزف استالین تشکیل شده. استالین پس از تصرف بخش‌هایی از ایران با هدف فشار به حکومت مرکزی و گرفتن امتیازهای اقتصادی و قدرت سیاسی، فرمان تشکیل حزبی جدایی طلب را صادر کرده بود. پس از توافق قوام ساتچیکوف و گرفتن امتیازات اقتصادی از جمله امتیاز اکتشاف نفت در شمال غرب و در پی تهدید ترومن، قوای شوروی خاک ایران را ترک کرد و جمهوری پوشالی مهاباد که با تکیه بر بیگانگان جان گرفته بود به یک بار فرو پاشید و سران جنبش از جمله قاضی محمد رئیس این جمهوری توسط ارتش شاهنشاهی دستگیر و اعدام شدند. در کردستان اما شخصیت‌های مردمی و وطن پرست مانند آیت الله مردوخ از مخالفان سرسخت این حزب بودند. حالا اما حزب دموکرات هنوز پس از سالها دست از دامن بیگانه نشسته و حتی تلاش می‌کند با وارثان همان رژیم شاهنشاهی که اسلاف آنها را در شهر مهاباد به دار آویخت برای تکه‌پاره کردن ایران طرح اتحاد بریزد.